باشه. داریم داریم یه موقع فیسبوک رو دویم نمیدیم یا خود نشکر این نشکر که ما الان داریم کشت میکنیم با نشکری که پدر بزرگ من و پدر من انجام میدادن اونو فرق میکنه. اونو به اسم نشکرشون بود یا هندی یا تالاله سابق که اونو تو این زمینایی که بایر بوده استفاده میکردن، بعد هر سال یک بار، بعد اونو هر سال یک بار میکاشتن، بعد همون یک سال درو میکردن تا سال بعد، مثل برنج و مثل گندم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با امید از تو، کار از ما، برکت از تو. ولی الان نه، این نشکاری که فعلا داریم اینا فرق میکنه. اینا یه سال میکنی، هفت سال، ده سال داری باشون استفاده میکنی. الان اینو ما امسال عید مثلا کاشتیم، تا هفت سال تا ده سال اصلا هرچی سرپرستی بکنیم زیاد نیاز به کاشت نیست دیگه. این خودش دوباره جوانه میزنه، ما فقط سرپرستی میکنیم، کود میدیم، وجیم میکنیم تا این درو میکنیم، درو میکنیم میبریم برای آبگیری. باید یعبوش با اینطور باید میدیم نایی یعنی گوشت خوبی رو کردم. خدا برکت. Olsun kalı bütün. آبگیری که الان خب تقریبا آبگیری های شهری ها تمام اتوماته، بعد میکانیزه است، ولی مال ما نه، ما هنوزم چیز نسبی از کارامون قدیمیه با آتیش و دیک و فران تشکیلات اینا که داریم، بعد فقط آبگیریمون با دستگاه، بقیه کارو همه رو با دست انجام میدیم، بعد چه همون سنتی قدیم. قدیم مردم روستا این منطقه که اصلا غند خریداری نمی کردن. بعد همون موقع به اصطلاح شکرهای سابق طوری بوده که بعد اینو آماده میکردن، قطع قطع میکردن برای جا، یه خود آرد بهش میزدن، ظرفای مخصوص داشتن میریختن داخل، به جای غند استفاده میکردن. الان هم بیشتر آدم ها الان تو روستاها ما خودمون هستن، خیلی غند کم استفاده میکنیم، فقط به خاطر مهمان هاست، یعنی بیشتر روستایی ها این کارها رو میکنن، استفاده میکنن از این نشکر. باشه
روستا اینجوریه که بعد همزمانی که ما دو زمان شالیزاری، دو زمان توی کار باغ یا تو کارهای نیشکر اینا، خانوما هم با پای ما میان. صبح اول وقت همراه ما میان برای درو، ما درو میکنیم نیشکر رو میتراشیم. بعد خانوما میان چیکار میکنن، اینا رو فراش رو در میارن برای ما ردیف میکنن، همکاری میکنن. حتی برای پخت هم خانوما همراه ما هستن، از صبح میان تا غروب بیشتر موقع همراه ما کار میکنن. بعد هم اگه تو روستا همکاری خانوما نباشه پیشرفتم نیست. یعنی واقعا خانومای روستایی دارن پا با پای مرداشون کار میکنن. به همین خاطر اگه این کار نکنن مردم هم زیاد به اون صورت موفق نیستن. یعنی موفقیت مرد بیشتر تو همکاری خانوما در روستا. زمان پختش که ما میخوایم اینو شروع بکنیم، پخت بکنیم، ما اول زمستون شروع میکنیم. ما به هوا نگاه میکنیم، اگه هوا سرد باشه میخواد برف بیاد ما زودتر درو میکنیم برای پخت، برای شروع کردن مثلا نیشکر پخت بکنیم برای شکر. به هوا نگاه میکنیم، اگه هوا خوب باشه به این صورت دیگه چیز نداره. مثلا تو وسط زمستون باشه ایراد نداره، آخر زمستون باشه ایراد نداره. تو روستا این روستا اینجوری. از زمانی که نیشکر در مازندران بعد رویت شده به اصطلاح مردم میتونست استفاده بکنن، پدر بزرگ من اینجا استفاده میکرده، بعد از اون پدر من، الان هم ما داریم با همکاری پدرمون انجام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد پدرم علاقه بسیار شدیدی به نیشکر، کاشتش نیشکر، بعد حتی دروش یا برای پختش، حتی برای خوردنش در علاقه بسیار زیادی نسبت به نیشکر داره. با این سن بالاش هنوزم میاد صبح اول وقت میاد شروع میکنه تا غروب داره کار میکنه، علاقمندیه. ما هم بهش میگیم آقا تو دیگه سنت بالا رفته، این کارا رو بیادی ما بذار، ولی با وجود این همراه ما صبح میاد تا غروب داره کار میکنه. زمان دست کم از کم معلوم نیست. اما تا اینجا پیراندلا دست کن نداشتیم، دست کردیم. همینطور لاله رو دست جا کردیم، کلاس ها اونجا بید. دار جا او بیدیم. اینطور لاله رو نو. اون رزمی لاله رو بگونم. وی اونطور فخ کنه، خاله فخ کنه. اونطور کسی همه سال بانشی. تیم بیلی ها گور جا دکوری. وی نو، وی الان بکشتی 20 سال، 30 سال داره. مزه اونطور شکر بیده. قدیم تسی مردم همه هیچی نداشتن، همه لاله کردن و بین. ای دیگه هیچی نداشتن. پنبه بیا با گندم.
نام باشین. ای دیگه شهر بودن شهر نداشتن. چند سالت الان این لاله رو پجینی؟ اینجا لاله اینطور لاله را همین کلوسر رو دلست کردی اون قدیم که اینطور لاله نه یکی پتنی اونطور لاله تا لاله بیا الان این هشترخونی لاله این چول لاله کلفت لاله با بایی تا الان چند ساله؟ 50 سال الان لاله جا رو بچون داره تقسیم آگردی یا شه دارمی؟ نه نه تقسیم آگردی هر کتی اومده از مطبع دیکو دیتو دیکو برسیه آره خدا تی پیر بیامرز آره چند نفر سفره شدنه شکر استه شکر خونده ها دیم بشون نه شکر سفره شدنه چند نفر بشون ها دیم شکر شکر کار دونی هم تو شکر اینجا بیاده میدیم دونی اینجا خوبه الان به اتا دیگه باقی شد پس اشتا نگه دیگه تو تیم جوری شده اتا دیگه بشن لاره دیدن نسلو باشن دیدن الان بو بایی همینجا پردخم من سر من پردخم من سر باشم بله دیگه بابا همون بولا سلام دادگه چی بشتنی خوبی وقت بخیر جان آجی هره همون کلوسر دارم بی لاله بجم بی کجی جو ساری جا باش آجی که نه همه ساری جا خون بهیم ات خانوم هسته آج خانوم هم با آج آقا که نه ات همه نینگن درد کن درد همه کت خانوم به بکشه بیم بیم بینم اینجا یا سری شونی نو من هم یه دارم بگیم من سری شدی خب باشه که نه تقریبا ساده یک اینا که نه بین همه همه کلاسر داریم بی سوال آگنین همه سری بمونین شما راهنمایی کنن بین اینجا کلاسر بشه مثل بکشه باشه باشه حاجی بلانس. ما یه شغلم داره از قدیم بعد شکست و بند خیلی ماهریه که از پدرش یاد گرفته تا الان داره انجام میده بعد فقط میگه برای پدر و مادرم صلوات بفرستین روزانه حالا بگم شاید یکی بعضی روز 5 تا نفرم میاد بعضی روز 2 نفر ما روزی نیست که نیام برای شکست و بند میاد حالا خانوما آقایون بچه هایی که میرن فوتبال انگشتشون پاشون دستشون کتفشون همشون جابجا میشه اینا همه رو درست میکنه واه بلان شدنین یه تو باره میندی؟ خون نه خون خون نده بول اما تو دست تک گز گز نخونده اما اونو خشنده حتی کمه کنده؟ خب اما تو خون و اینه گز گز کنده بیشترین دقتی که نشکر داره زدن یک نوع به اصطلاح تلخیه بهش میگن کف یک نوع تلخی داره که میاد بالای شکر اگر نتونی اون تلخی رو زمانی که جوش میاد اونو به اصطلاح برداشت اون تلخی رو نگیری از روی به اصطلاح شد یا شد نیشکر اون اگه قاطی بشه با اون شده بعد تا آخرش هم سیاه در میاد هم اون شکر نیشکر یه خورده تلخی میزنه بعد اون کیفیت زردی رو نمیده قرمزی رو نمیده رضا قلیپور هستم بچه روستای فرامرزکلا سوادکوه شمالی استان مازندران Okay.
از زمانی که ما آتش رو روشن میکنیم، یعنی میخوایم آبگیری شروع بکنیم تا آتش روشن بکنیم، آبگیری بکنیم یه دو ساعته. بعد از اون تا زمانی که به اصطلاح جوش بخوره بتونیم شکر بگیریم 5 ساعت طول میکشه به اصطلاح چی آماده بشه برای شکر گرفتن. حالا از زمانی که این موقع تا شکر گرفتن دوباره 4 ساعت طول میکشه. ببین ما تقریبا یک تلر، حالا ما اینجوری چیز بکنیم، یه تلر نیشکر رو ما درو میکنیم، یه دیک به ما میده. این دیک ها تقریبا 220 لیتر بعد شد مثل همون شیره نیشکر رو یا آب نیشکر رو جا میگیره. از این شیره چیز در حدود 55-50 کیلو به ما شکر میده، بعد چیز در حدود 7 کیلو هم 6 کیلو 7 کیلو کف هم میده. بسم الله الرحمن الرحیم. کف برای صبحانه خوردن، صبحانه بیشتر صبحانه استفاده میکنن، میخورن اینجا. کف اول کاره، قبل شیره به اصطلاح بسوزه آماده بشه برای شکر، یه نوع محصولی بهش به هم میزنن شکر رو، بعد کف میده. اون کف رو بعد میسازن آماده میکنن برای خوردن صبحانه که شیرین خیلی خوشمزه هم است. تولید کننده باید قانون تولید رعایت بکنه. مثلا ما داریم همین نیشکر رو پخت میکنیم، باید سالم تولید بکنیم. سالم بودن اینه که ما نیاییم مثلا داخلش شکر سفید نریزیم به خاطر اینکه شیرینیش بیاریم بالا، یا افسردونی دیگه بهش نزنیم، و چیزی که طبیعی تولید بکنیم، این چیزی که هست رو ارائه بدیم به مردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای خدا برکت داده امسال حاصل، ای خدا برکت داده. حضور تیشه یا پیرشه؟ با من پیر با هم. اوه هیدر نی؟ این نشگر بانه میشه برای شب نشینی، دور هم بودن، بعد گفتن، دید و بازدید. الان در همه فکوامیلومون همه هر شب میان اینجا جایگاه ما، یه به ما سر میزنن، دورم میشینیم، بعد سیب زمینی داخل مازندرانی و داخل فل یا همون داخل آتش میذارن، میپزن، کدو رو میذارن میپزن، بعد تخمه میارن میخورن. به حال همین جوریه، شبا به این صورت میگذره، دور هم هستیم دیگه. سلام قطمون خوریه؟ از من بده شما، حال شما خوبه؟ جمع خوبه نه؟ خوره نمانده سلامت بشه. می قطمون باته بیم تجا لالشکر بایدم. شکر؟ خیلی شش هنی چه قطم بای؟ تی بالی قطم بای؟ تی دست سر نکنه بیم پول قبلا هدو بیم. خواه خدا نگردم. خیلی ای وای چه بهتریه. یا علی دا ببین روستا خب بال بعضی ها سلیقه‌ایه، یه نفر میره شهر زندگی میکنه، یه نفر میگه من نمیتونم روستا زندگی بکنم. من خودم که اینجا نشستم، یه زمانی تهران تو دانشگاه به اصطلاح کار گرفتم، بعد 5 روز موندم اومدم به خاطر اینکه نتونستم تو شهر زندگی کنم، چون عادت به روستا داشتم، علاقمندی به روستا داشتم، اومدم تو روستا. من روستا رو بهتر از شهر ترجیح میدم، چون که
من اینجوریم، عادت کردم به روستا، زمین نیشکرم دارم که اینا رو همه پدرم به من داده. محمد از شیرازی هستم و دارم کار میکنم.